صحبت‌های تند و حمله شدید مسعود پزشکیان به مسئولین سابق نظام که ادعای حق و عدالت رو داشتن و مدعی بودند که ادامه دهنده راه امام حسینن، در صورتی که با بی‌عدالتی که ایجاد کردن موجب نارضایتی مردم شدن. با ما همراه باشید، این صحبت‌های جنجالی و بی‌سابقه رو از پزشکیان می‌شنویم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خب پزشکیان توی یکی دو هفته اخیر حسابی فعال بوده، هم جلسات متعددی رو با هیئت دولت و مدیران و صاحب نظران برای انتخاب وزرا و کابینش داشته و هم توی هیئت‌های امام حسین حضور فعال داشته. توی یکی از مراسماتی که پزشکیان به عنوان سخنران مجلس و هیئت هم حضور داشت، صحبت‌های جالب و پر از کنایه‌ای رو با مسئولین سابق نظام داشت. صحبت‌هایی که اشارش به مسئولینی بود که ادعای حق و عدالت رو دارن و مدعی هستن که ما ادامه دهنده راه امام حسینیم، ولی در عمل با زیر پا گذاشتن حق مردم موجب نارضایتی اونها میشن. پزشکیان توی قسمت‌های از صحبتاش گفت اگه ما مدیران و مسئولان و کسانی که مدعی هستن به حق عمل میکنند و به عدالت رفتار میکنن، پس چرا مردم تا این حد ناراضی هستن؟ مسعود پزشکیان در مراسمی که در شب عاشورا انجام گرفت، در سخنرانی خود در حرم امام خمینی با بیان اینکه فلسفه کتاب و خدا و پیغمبر برای برپایی حق و عدالت است، ایشون توی صحبتاشون گفتن که میدان حق بسیار وسیعه، حق و حقوق انسان‌ها باید داده بشه و اگه حق و عدالت در جامعه پیاده نشه، دعوا و مرافع و اختلاف در جامعه به بیشترین حد خودش میرسه. امام حسین علیه السلام هم برای برپایی حق قیام کرد و امر به معروف که برای اجرای همان حقه. پزشکیان توی قسمتی از صحبتاش گفت اگر ما حق رو بین مردم و جوامع و قومیت ها پیاده نکنیم، گریه کردن برای امام حسین علیه السلام فقط یک گریه کردن صرف است. اگه ما مدیران و مسئولان و کسانی که مدعی هستیم به حق عمل میکنیم و به عدالت رفتار میکنیم، مگر میشود که مردم از ما ناراضی باشند؟ پزشکیان همچنین یادآور شد اگر ما حق مردم رو نادیده بگیریم و به هوای نفس گوش دهیم و همیشه حق رو به جریان خودمان، گروهمان، قومیتمان و نزدیکانمان بدهیم، این همان لحظه ایه که عمل به حق رو کنار گذاشتیم. این هوای نفسی که نمیگذارد ما انصاف رو رعایت کنیم و حق مردم رو بدهیم. رئیس جمهور منتخب ایران تصریح کرد مردم همه انسانهای جامعه هستند و نه فقط کسانی که با ما هستند و در گروه ما هستند. هر کسی با ما نیست هم از مردم است و باید حقوق همه مردم رعایت بشه. با این مردم باید با عطوفت و مهربانی برخورد کرد. اگه ما به عنوان خادمان این مردم دستورات امامان و پیامبران رو در این زمینه رعایت کنیم، همه دعواها و اختلافات حل میشه. هر اختلاف و دعوایی که ایجاد میشه فقط و فقط به خاطر هوای نفسه. پزشکیان تصریح کرد این قدرت و پست و مقام برای این نیست که من قیافه بگیرم و فخر بپوشم، برای اینه که خدمتگزار مردم بشم. معنی مالک نفس بودنم هم همینه که بین دوست و دشمن انصاف رو رعایت بکنی و بر اساس انصاف عمل بکنی. پزشکیان در پایان هم افسود یادمون باشه راه امام حسین رو درست سعی بکنیم، نه اینکه به اسم ایشون تابع هوای نفس و غرور و تکبر بشیم. امیدوارم خدا ما رو نزد مردم شرمنده نکنه و بتونیم بدون توجه به جناح و دسته و گروه چپ و راست و ترک و کرد و لور و فارس و دیگر قومیت ها به همه مردم خدمت کنیم و شرمنده مردم نباشیم. بریم قسمت های از صحبت های پزشکیان رو گوش بکنیم. اگر ما حق رو در جامعه، بین افراد، بین جوامع، بین قومیت ها و بین ملل پیاده نکنیم، برای امام حسین گریه کردنمون فقط یک گریه کردنه. تمام دعوا بر این بوده که امام حسین قیام کرده که حق رو در جامعه پیاده کنه و عدالت رو.
پزشکیان قبلا هم توی صحبت هایی که هم توی کمپین های انتخاباتیش هم توی مناظرات انجام داده بود مدعی بودش که هیچ وقت جناحی نبوده و اصلا گروهی نداره که بخواد فقط به گروه خودش توجه بکنه و ملاکش برای انتخاب وزرا و حتی کابینش توانایی و علم افراد هست و برای انتخاب فلان پست و سمت اصلا نگاه نمی کنه که اون فرد چه قومیت و زبانی داره، چه دینی داره، چه گرایش سیاسی داره و آیا جزی از حزب پزشکیان هست یا نه. ملاک فقط توانایی و علم افراد هست و بر این اساس افراد رو انتخاب میکنه. اگه ملاک رو به این شکل قرار بدیم دیگه پارتی بازی نمی کنیم، دیگه حق و ناحق نمی کنیم و همه به حق خودشون میرسن. اینجور میشه که مردم هم از مسئولین رضایت پیدا میکنن و کارها هم به بهترین شکل ممکن جلو میره. پزشکیان هم توی مناظرات انتخاباتی هم توی این سخنرانی اخیرش که توی ماه محرم انجام دادش تیکه ای به مسئولان قدیمی انداخت و مدعی بودش که خیلی از مسئولین و حتی وزارتخونا با پارتی بازی اومدن روی کار و حتی مسئولان رده پایین تر هم از طریق همین روابطی که داشتن و به خاطر پارتی و اینکه آشنای فلان کس بودن تونستن به پست و مقامی برسن و این انتصاباتی که شکل گرفته اصلا بر اساس شایستگی نبوده. پزشکیان در روز دومی که برنده انتخابات شد یه نامه ای رو به مخبر سرپرست دولت زد و گفتش که تا اطلاع ثانوی هیچ گونه عزل و نصبی رو توی هیئت دولت و وزارتخونه ها انجام نده، چون معتقد بودش که حتی توی این یکی دو ماه باقی مونده هم ممکنه یه فردی بر اساس همین روابطش بتونه پست و مقامی بگیره یا رانتی استفاده بکنه و باید جلوی این چیزها رو از همین شروع کار گرفته بشه. البته که مدیران قبلی و مسئولین بلند رتبه قبلی مثل رئیس جمهورهای قبلی هم همین صحبت‌ها رو می‌کردن و همین ادعا رو مطرح می‌کردن، ولی خب بعد از اینکه یه مقدار جاپاشون صفر شد و به قدرت رسیدن شاید صحبت‌های قبلیشون رو فراموش کردن، شاید هم شرایط به سمتی پیش رفت که مجبور شدن به خیلی‌ها امتیاز بدن، خیلی از رانت‌ها رو به افراد بدن و خیلی از دوروری‌های خودشون رو بولد بکنن. باید منتظر باشیم و ببینیم برای مسعود پزشکیان هم این اتفاق میفته یا نه محکم‌تر از این حرفاست. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون آیا مسئول پزشکیان میتونه رئیس جمهور خوبی باشه و جلوی این حق و ناحقی‌ها و بی‌عدالتی‌ها رو بگیره؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.